هر حال ما توی این گشت و گذاری که داشتیم برخوردیم به یک دختر خانومی که این کلیپش روی یوتیوب منتشر شده بود، تو فیسبوک خیلی ها شیر کرده بودن و روی موبایل ها هم ظاهرا در ایران دست به دست میشه. دقیقاً. و اینکه این دختر خانوم با همراهی یک آقایی که باهاش پیانو میزد، خودش هم ویولون میزد، ترانه‌ای رو میخوند و ما گفتیم که بگردیم ببینیم این دو جوون با استعداد چه کسایی هستن. برخوردیم به اسم مرجان کندی و شهریار شهبازی. خیلی از کاراتون خوششون اومده بود و اینها، ولی یه جوری مثل این که اینجوری که من شنیدم کلیپ هایی که درست کرده بودین دست به دست میچرخیده از طریق اینترنت یا از طریق بلوتوث روی موبایل ها. توضیح بدین چی شد اصلا ایرانو ترک کردین؟ چرا ترک کردیم ایرانو؟ بله. من بگم یا مرجان بگه؟ نمیدونم، هر جوری خودتون دوست دارین. قاعدتا میگن خانوما باید اول حرف بزنن. بله، ما قدم ترن. من حقیقتا به خاطر اینکه بهایی هستم برای همین کشور ایران ترک کردم، چون همونطور که اطلاع دارید بهایی ها تو ایران از خیلی چیزا محرومن، از حقوق شهروندی محرومن، مثلا تحصیل در دانشگاه. و یکی از این دلایل این بود من اومدم، چون کنکور دارم و مثل خیلی از بچه‌های دیگه بچه بهایی نتیجه رو الان نوشتم پرونده ناقصه. و خب دلیل این نبود، دلیل همون عقاید مذهبی این بود. سبب این شد که من از ایران خارج شدم که بتونم حداقل برای تحصیل برم خارج از ایران، بتونم تحصیل کنم. یعنی شما علنا اعلام میکردین جایی که میرفتین مثلا بهایی هستین؟ بله. گفتین که توی دانشگاه قبول شدید بعد گفتن بهتون پرونده ناقصه؟ نه، همون کنکور رو که دادیم پرونده نوشتن که پرونده ناقصه، جوابش کنکور این بود. یعنی کسی که بهایی هست اگه تو ایران میخواد بره دانشگاه باید مخفی کنه که چه دیانتی داره؟ بله، اما ما تو دیانتمون اینو نداریم، نمیتونیم مخفی کنیم. حتی تبصره‌ای نذاشته برای اینکه بتونین کارتون رو پیش ببرین، هدفتون رو پیش ببرین؟ چون در اسلام مثلا تبصره‌ای هست که جایی هست که مثلا میگن تقیه کردن. نه، در دیانت اسلام هست تقیه هست، ولی بهایی نه، دیانت بهایی تقیه نداریم ما. خب غیر از مسئله تحصیل دیگه چه محدودیتی براتون وجود داشت تو ایران؟ کرد. کارهای اداری دولتی بهایی ها حقشو ندارن و از حس حساب کنید از هر حقوقی که باید یه سروند داشته باشه محرومن بهایی ها. خب شهریار جان تو چطور؟ تا حدودی من هم شبیه مرجان بودم، ولی خب یکی از علت‌ها سقف کوتاه پیشرفت داخل ایران بود. باور کنید زیر پوست شهر اینقدر بچه‌های با استعداد وجود داره. دارید می‌بینید که موسیقی‌های اعتراضی مثل راک، رپ الان چقدر پا گرفته. و این نشون دهنده فضای بسته ایرانه و نسلی مثل من و مرجان هم میشن فراری تا اینکه بتونن چیزی که دارن و حداقل یه جایی که بهش احترام بذارن ارائه بکنن. بله، رادیو ما فکر میکنم که رادیو آزادی است و شما راحت میتونید هر چی خواستید بگید. ولی ارزیابی شما چیه؟ فکر میکنید که چه تعداد نوازنده در ایران بله. زیرزمینی بله. به قول معروف کار میکنن؟ بذارید خیلی روک بگم، کسایی که الان کارشون به صورت مجوز داشته باشه از ارشاد اسلامی داره پخش میشه، اینا استعدادهای ما نیستن. یعنی واقعا ربع استعدادهای ما داخل ایران نیستن. اینا کسایی هستند که با رشوه پولای آنچنانی که من که چی بگم جیب خالیه، واقعا نمیتونم همچین پولیو بدم بابت ارائه یک کاست. اینا میان رو کسایی هستند که از جنس ماها نیستن. افرادی مثل ما مجبور میشن که کاراشونو بدون مجوز از طریق سایت ها پخش بکنن. رسانه تصویری خب خیلی مهمه. آقای رضای صادقی آلبومشون با من برای کسب مجوز داخل ارشاد اسلامی گذاشته شد. این آقا رو محدود کردن به اینکه چرا دو تا کلیپ تصویری داخل آخرین آلبومشون مثلا اینکه داده بودن، چرا کلیپ تصویری دادید؟ لغو مجوز شدن ایشون با آلبوم من. شما هم که اصلا مجوزی دریافت نکردید؟ نه، منم مجوز دریافت نکردم بعد از دو سال. اما از مرجان بپرسیم، مرجان چطور شد که اصلا تو با شهریار آشنا شدید؟ یعنی این رابطتون چه جوری به هم جوش خورد؟ حالا وارد خیلی خصوصیش نشیم، یعنی دوست دختر دوست پسر بودین چه جوری شد؟ نه اصلا ما خودمون، حالا خودمون که دوستا میشیم، همکاریم با هم و هم
همونطور که میدونید اولین بار از طریق فیسبوک اون کلیپ که من اجرا کردم منتشر شد و همونطور که میدونید ما هر دو ترکیه زندگی میکنیم، توی یه شهر هستیم. اینطوری شد که ایشون هم کار منو دیدن، پسندیدن و برای منم افتخاری بود که با ایشون همکاری کنم. آها، یعنی شما اصلا کلیپتون رو خارج از ایران تولید کردید؟ بله. یعنی پس شهریار رو هم توی ترکیه باهاش آشنا شدی؟ قبل از ترکیه نمیشناختیش؟ من کاملا میتونم توضیح بدم. آره دقیقاً بگو برام چی شد داستان. حدود یک سال و نیم پیش اونجا یک کنسرت برای روز جهانی پناهنده بود، میخواستن برگزار کنن. از من، مرجان و تعدادی دیگر دوستان که جزو نوازنده‌های شهر بودیم تا حدودی شناخته شده، با همون تماس گرفتن و همدیگر رو داخل شرکتی به اسم آسام دیدیم. اولین بار من مرجان رو اونجا دیدم، فهمیدم که مرجان ساز میزنه، ویولون میزنه. خب باعث شد که روابطمون بیشتر بشه. توی فیسبوک هم من اولین بار کار مرجان رو دیدم که خیلی خوشم اومد. نمیدونستم میخونه اونجا مرجان، فقط میدونستم ویولون میزنه. کارهای مرجان رو برای چند تا از دوستانم که یه مقدار از موسیقی سرشته داشتن گذاشتم، خواستم مرجان رو یه استعداد معرفی کنم که کار از اونجا دیگه پخش شد، اگه درست گفته باشم. مرجان در تکلیفش اگه و اصلا چیزی بین ما نبوده، نه دوست دختر دوست پسر، نه اینجوری نبوده. من و مرجان فقط ما هم همکاریم، اینجوری بگم بهتره. حالا ما گشت ارشاد گشت نسبت نیستیم، ما همینجوری. این محمد حالا مثلا خواست یکم خودشیرینی کنه اینجوری. آره گفتم شاید دوتا کبوتر رو مثلا به هم پیوند بدیم توی ما. آره خیلی خوب، حالا بذار بعد از برنامه محمد این کار رو بکن. مرجان خانم، شما دیدم روی یوتیوب که گیتار هم میزنی و ویولون هم میزنی، دیگه ساز دیگه هم هست که بزنی؟ نه همین دو تا است. ویولون رو حدودا 8 سال شروع کردم کار میکنم و گیتار هم حدودا 1 سال. تو رو به خدا بر من مواظب خودت باش، گریه نکن آروم بگیر فکر زندگی باش. قصم میشه اگه بفهمم داری قصه میکنی. شهریار تو چطور اصلا شروع کردی به کار آهنگسازی و خوانندگی؟ یعنی چطور شد اصلا تصمیم گرفتی که دنبال این کار بری؟ یعنی تحصیلاتت تو این رشته بود، چی کار میکردی؟ من از 12 سالگی شروع به کار کردم. تحصیلاتم هم به صورت آکادمیک داخل هنرستان موسیقی خوندم، البته غیر آزاد. الانم که در حال حاضر آهنگسازی میکنم، نوازندگی میکنم، دارم بیشتر کار میکنم روی زمینه تنظیم کارها، چون فکر میکنم مهمترین جنبه موسیقی تنظیم کارهاست. مرجان خانم خیلی ساکت هست. یکم مرجان خانم توضیح بده، سخت هست یا آسونه؟ آدم وطنش، البته ما خودمونم ترک کردیم، ولی خب چون دوست نداریم همش خودمون قصه بگیم، یکم میگیم دیگرانم روایتشون رو بگن. خب مثلا سخته، از خانواده جدا شدن خیلی سخته، کشور خودش آدم بخواد ترک کنه خیلی سخته، ولی خب برای هدف بزرگتر باید یه سری اهداف کوچیک رو زیر پا گذاشت. من برای اینکه تحصیل کنم مجبور شدم از خیلی چیزا بگذرم، مثلا از خانوادهم جدا شدم، فقط برای اینکه بتونم تحصیل کنم، خدمت کنم. خانوادت این کلیپ هایی که اجرا کردی و روی فیسبوکت گذاشتی رو دیدن؟ بله دیدن. خب نظرشون چی بود؟ چه واکنشی داشتن؟ دوست دارن، خیلی خوشحال شدن. نگفتن دخترمون رو فرستادیم بره درس بخونه بعد رفتش ببخشید مثلا خواننده شد؟ ببخشید جان، ببخشید. نه آخه می‌خواستم بگم اون کلمه‌ای که بعضیا به کار می‌برن برای تحقیرش. آره نه، خانواده‌ام منو می‌شناسن، چون اصلا منو می‌شناختن، اطمینان داشتن، خاطر شده من بیام. مگر خودشون هم الان نمی‌اومدن. می‌دونن که من الان چون تو این کشور فعلا نمی‌تونم تحصیل کنم، دیگه کاری ندارم، یه اجازه رو دارم دادم و فعلا این کارو اینجا دارم می‌کنم، ولی اولویت با تحصیله. مرجان چند وقت الان تو ترکیه هستی؟ 2 سال. شنیدم که 20 روز دیگه میری استرالیا. بله. شهریار توی کار موسیقی که توی ایران بودی گفتی که آلبومتو خب رد کردن و اینا، ولی یه سوالی دارم، این که دلیلی که اوورد وزارت ارشاد برای رد کردن این آلبوم چی بود؟ من از طریق یک شرکت پخش اقدام کردم بابت گرفتن مجوزم. توضیحات بیشتر رو به اون آقا دادم، یعنی به رئیس شرکت دادم، اما به من گفتش که یک تنظیم کننده من شخصی بود به اسم آقای کاوه کریمیان که دو اقلیت مذهبی بودن، یعنی بهایی بود. حالا باز بله بهایی بودن. ایشون مثلا اینکه پرونده داشتن، یه سری مشکلات اشعار من بود. بعضی جاها دیدم که آلبوم تو رو گذاشتن، اولا اسم این آلبومی که به صورت زیرزمینی مالا خودت حتما منتشرش کردی، چون با توجه به مجوز نگرفته، بچه طلاق اگه اشتباه نکنم، درسته؟ من اولین آلبومم بچه های طلاق بود، چون خودم 10 سالگی قربانی این اتفاق شدم و میگم که شرایط زندگی اصلا منو به سمت موسیقی برد و این آلبومو به صورت هیپ هاپ دادم بیرون.
خودم قسمت پاپشون میخونم و دوست چند تا از دوستان که خواننده رپ بودن کار کردم. اصلی ترین آلبوم من که پشت مجوز موند نتونستم متاسفانه بگیرم، اسمش هست یه کلب دور از آدم ها. ولی من دیدم جاهایی بوده به تو اشاره کرده بودن که مثلا گفته بودن که این مقلد شادمهر عقیلیه. واقعا بابت این موضوع نمیدونم، من آخرین کلیپ تصویری که از خودم دادم، البته کلیپ که نیست، یه ویدیوی خانگیه، بابت این دادم که بگم من تقلیدی نکردم، من لایک دارم برای شما اجرا میکنم که ببینید صدای من اینه. نه راه پیش نه راه پس، گرفته راه این نفس، ببین کجای ماجرا تنهام گذاشتی. من با مرجان هم این موضوع مطرح کردم که دیگه اصلا علاقه به خوندن ندارم، خیلی کارها رو ساختم و کارها کامل تکمیل شده است. به مرجان پیشنهاد دادم که بیا آلبوم منو تو بخون. به برخورده راستیتش آره. خیلی خب، بعد آیا شما هر دوتاتون فکر میکنید علاقه من دید که یه روزی برگردید به ایران یا نه؟ من خیلی دوست دارم توی فضای آزاد، یعنی یه روزی برگردم به ایرانم که حداقل این اسم جمهوری اسلامی عوض شده باشه و یک حکومتی داشته باشیم آزاد که به هنر و فرهنگ اصیل ایرانی احترام بذاره. همه نگاه آخرت لحظه خدا بی روزای کاغذی داده بودیم ما به هم. خب همونطور که شنیدید مرجان کندی بود که اونایی که حتما اینترنت بازی میکنن و پشت اینترنت میشه پشت کامپیوتر زیاد میرن و تو سایت ها حتما کلیپ مرجان کندی و شهریار شهبازی رو دیدن که خب اگر بشه یوتیوب رو ملاک گرفت که تعداد بازدید کننده های این کلیپ تقریبا اون چیزی که ما دیدیم 84,000 نفر بودش. با توجه به اینکه برصد ما دیدیم این کاری که اینا انجام دادن یه ارتباطی هم داره با موسیقی زیرزمینی در ایران، این مشکل نگرفتن مجوز یا ترس از گرفتن مجوز یا اینکه محدودیت، آره، و این کلا محدودیتی که برای هنر و موسیقی به خصوص در ایران وجود داره باعث شده یه پدیده شکل بگیره به نام موسیقی زیرزمینی در ایران. حالا خیلی جالبه، اغلب شاید خیلی هم فکر کنن که این موسیقی زیرزمینی فقط شامل موسیک رپ، راک، هوی متال و اینجوری باشه. نه، میشه پاپ هم باشه. پاپ هم باشه. آره. اتفاقا همین ممکنه نوحه باشه. ممکنه نوحه باشه. شما ممکن نوحه بخونید که مجوز ندن بهش و مجبوری زیرزمینی تولیدش کنید. مصطفی حاتمیان مهمونه بعدی ما هستش. من خودم شنیدم بعضی از ترانه‌هاش جالب بودن، یعنی نشون میداد که جوان با استعدادی هست. بریم پس یکی از ترانه‌هاشو گوش کنیم، فکر کنم ترانه پاسور قشنگ باشه، گوش بدیم بعد بریم باهاش صحبت کنیم. تو میدونی همه جون من، آسپیش تو بگه پاسور من، تو صدای نفس آروم من. آقای حاتمیان، شما که برصد میشه بهتون گفت خواننده زیرزمینی یه جورایی، درسته؟ یه جورایی همچون چیزیه دیگه. من معروف شرایط یه جوری هستش که فعلا اینجوری باید بسازیم. خب شرایط چه جوری هستش مصطفی جان؟ شرایط والا واسه گرفتن مجوز خیلی مراحل باید پشت سر بذاری، خیلی باید انتظار بکشی، حالا آخرش هم مجوز داده بشه نشه. نرفتی تا حالا دنبالش رفتی؟ مجوز اون نه، متأسفانه نرفتم. با چیزایی که شنیدم دیگه آدم به قول معروف ترس برش میداره بخواد بره دوان مجوز. درآمدی هم میتونی از این طریق کسب کنی؟ چون کاری که مجوز نداره قاعدتا خب پخشش هم یه جور دیگه است دیگه. نه متأسفانه واسه ما فعلا فقط هزینه زیادی برمیداره واسه یه تراک خوندن. من الان در حال اسپانسرم دارم، ولی خب به قول معروف شرایط اینقدر سخت یه بالاخره باید بگذرونیم دیگه هر جور شده. خودت مثلا چند نفر رو میشناسی که میخونن تو ایران؟ کاست که نه، ترک میدن بیرون. و خواننده های زیادی هستن والا، من تا جایی که به قول سایت های اینترنتی رو میبینم واقعا میبینم که واقعا بیشمارن، خیلی هستن، بیش از اندازه. شماها رابطه ای هم با هم دارین؟ یعنی اینکه همدیگر ببینین، جایی باشه بشینین صحبت کنین در مورد کاراتون، این اصلا یا کنسرتی اجرا کنید؟ خب 100% اینجوری هم هستش، کنسرت های هم اجرا میشه در گوشه کنار با مجوز. بودن مجوز کنسرت بودن داده میشه با همه سختیاش. برای آهنگ بدون مجوز، آهنگای بدون مجوز میدن در گوشه کنار. آره، مثلا خودت برای خودت پیش اومده مجوز کنسرت گرفتی؟ نه اصلا، من اصلا تا حالا کنسرت ندادم و من خودم شخصا اصلا قرار رو کلیپ بدم و خواستم کارامو واقعا با مجوز وارد بازار کنم، ولی توی شرایط که من میبینم اینقدر سخته واقعا پس میکشم. البته من ترانه‌تو
گوش میکردم حس میکردم که خیلی با ریتم 6 و 8 رقصیه، در این حال با اون یه کنتراست عجیبی هم داره، یه ترانه داره دشت کربلا و نمیدونم در مورد امام حسین میخونه، اونو خونده که شاید مجوز آره اینطوریه برای خیلی تناقض داره، از یه طرف امام حسین از طرف دیگه تو میدونی همه جون منی آس پیش. بله درسته، واقعا تفاوت بین این دو کار خیلی زیاد هستش. دشت کربلا کجا پاسور کجا پاسور اولین کار من هستش، دشت کربلا از آلبوم دوم من هستش و چجوری بگم بهتون، تو ماه محرم سفر ایجاب میکرد واقعا که من ترانه های شاد و بالاخره موزیک ترک قطعا قرار نبود بیرون بدم و به این نتیجه رسیدم که تو این ما چه بهتر که آدم یه ترک بده که به این ماه ایام بیاد و تصمیم گرفتم که ترک دشت کربلا رو بیرون بدم و خودم راضی هستم. حالا برای 22 خرداد که قرار بکنی؟ 22 خرداد والا من اصلا تو کار این چیزا نیستم که بخوام، خیلی هم اتفاقا پیشنهاد شده بهم، خیلی سرانسرا بودن که بخوام معروف هم چون ترانه با هم واگذار کردن که من بخونم، ولی خب متاسفانه من هیچ وقت خودم وارد آسیا نمی کنم. سیاسی نیستی البته، نمیدونم من یه چیزی بگم بهتون، الان من در کل واقعا کشورمو دوست دارم و از این اتفاقاتی که این چند وقت افتاده اصلا راضی نیستم، چون بالاخره من تو کشور خودم اونقدر راحت هستم، دارم زندگیمو میکنم دیگه بقول معروف، با این محدودیت ها بازم دارم کارامو انجام میدم، پس چه لزومی داره که آدم بخواد کاری کنه که آخرش هم ماجرایی که پیش اومد باشه؟ این روزا کی میاد کار سیاسی گوش بده؟ محافظه کار نیستی؟ فکر نمیکنی مثلا خیلی محافظه کاری؟ ببین به خاطر اینکه حالا در تکمیل صحبت محمد، به خاطر اینکه بعضیا معتقدن که هنرمند نباید نسبت به جامعه بی‌تفاوت باشه، نسبت به اطرافش بی‌تفاوت باشه، به همین دلیل. درسته، من سعی می‌کنم تو این نیمه‌ره بی‌تفاوت که نه، ولی خب شرایط اینجوری می‌بینم که سکوت کنم. بعد ترانه شیرازی که قراره بدی بازار، شیرازی هستی دیگه درست؟ درست هم صدم شیرازی. من متأسفم، من بندری هستم. آها بندر عباس دیگه. بله بله بله. به لهجه خودتون نمیخوای بخونی؟ خودم مال بندر لنگی هستش، یک از شهرهای بندر عباس. میگم به لهجه خودتون نمیخوای ترانه بخونی؟ والا چرا، دیگه ده تیر بندری هستش و چرا، احتمالاً از این بعد گفتم که تو هر آلبوم که میدم بیرون یک یا دو ترک حتما کار بندری باشه، چون بالاخره یه جورایی انتظار دارم مردم و نگن که اصالتمو زیر پا گذاشتم. کار آخرت چیه؟ چه کارهایی میخوای انجام بدی؟ حالا من دیشب یه کار ازم پخش شد به نام هوس، اون تمام سایت ها قرار گرفته، الان به زودی هم یه موزیک دیگه قرار استش که بیرون بدیم با خانم مرجان کندی به نام تقدیر که اونم انشالله آخر همین ماه پخش خواهد شد. خواستم تشکر کنم از چند تا از دوستان که واقعا زحمت کشیدن واسه من، ترانه‌سرای من هستن که خانم سوگل صادقی، فرح منصوری، محمد اسلامی و انوش عزیز و تنظیم کنندم که آقای سعید زمانی هستش و واقعا با جون و دل به قول کار منو انجام میدادن و همینجا از همشون تشکر میکنم. فقط همینجا جا داره از اسپانسرم تشکر کنم، خانم یاسمن که واقعا من حمایت میکنم. چجوری با برام بشه میخواد بره با دیگری، قلبم رو راحت بشکنه بگه که از یادم میری، دیگه منو نخواست و بر بهانه شد توی چشاش، حتی به قلبشم نگفت چجوری میمیرم برام. مصطفی حاتمیان بود، خواننده زیرزمینی در ایران. در ایران.